بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم به برنامه دانش، بینش و آزادی خوش آمدین. بنده حبیب ریاضتی در خدمت شما هستم و هدف از این برنامه ها همونطور که مستحضرید ایجاد فضایی است برای دانش پروری و به کمک مصاحبت و مذاکره سالم بتوانیم با هم بینش جدیدی را حاصل بکنیم و توسط اون بینش بدی و نوین و جهانی و انسانی خودمون را از بندها، زنجیرهای حقارتی که به علت عدم اندیشه بر ما وارد شده رهایی بدیم. این برنامه ها به هیچ گونه حزب سیاسی و یا مذهبی خاصی تعلق نداره و همونطور که میدانید ما در اینجا در تمام مسائل اما سیاسی، مذهبی مورد بحث قرار میدیم، ولیکن تحت هیچ شرایطی به برتری و بهتری مرامی نسبت به مرام دیگر رو قائل نمیشیم و عقاید هیچ کدوم از مهمانان بنده رو نبایستی جنبه قاطعیت بهش داد و یا تحمیل بهش داد. برنامه امروز ما در مورد یکی از مسائل اساسی است که همانطور که میدانید در ماه دسامبر که یک ماهیه که حقوق بشر و همچنین دفاع از حقوق و مزایای انسانی، حفظ کرامت و شرافت عالم انسان، یعنی جشنی که به مناسبت تأسیس حقوق بشر، اعلان حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر و امثال این گونه آرمان‌های عالیه هست، یک ماه مبارکی است. ما به همین منظور انتخاب کردیم که از یکی از نفوسی که در یکی از این بنیادهای غیر انتفاعی و فقط به خاطر گسترش دانش، بینش و از همه مهمتر قادر کردن مردم در سطوح مختلف شرکت دارن و عضو هیئت مدیره ایشون هست، اون بنیاد هستن، دعوت بکنیم، سرکار خانم سیما مبینی. خیلی خیلی متشکرم که دعوت ما را پذیرفتیم. خیلی ممنون و خیلی خوشحالم که با شما و دوستان عزیز هستم. قربان شما. خانم مبینی، میدانید این ماه به خاطر حقوق بشر و اهمیت مقام انسان و حفظ و حرمت حقوق‌های طبیعی و انسانی که هر فردی داره الان فعالیت‌های زیادی هست. تا جایی که تعداد مؤسساتی که در عالم در این راستاها فعالیت می‌کنن بی حد و شماره. بنده افتخار می‌کنم که شما رو با خودم داشته باشم، چون یکی از اون مؤسساتی که من دیدم که تونسته تغییر ایجاد بکنه، تغییرات بنیادی پایه‌ای، همین مونا فاندیشنه. من می‌خواهم اگر شما صلاح بدونید یه چند دقیقه رو در مورد این بنیاد صحبت بکنیم، اصول کلی رو که دنبال میکنه، اهدافی رو که میخواین بهش نائل بشین و هر چیز دیگه ای که شما دلت میخواد مطرح کنید. بفرمایید. بله، بنیاد خدماتی مونا یا مونا فاندیشن یک سازمان غیر انتفاعی، غیر دولتی، غیر مذهبی هست که هدفش همکاری و حمایت از پروژه های تعلیم و تربیت و توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح دنیا هست که این پروژه ها از قشر مردم جامعه برخواستند و یک تأکیدی هم بر تعلیم و تربیت دختران و زنان داره.
این بنیاد در سال 1998 به وسیله سه خانم که یکیشون ایرانی هستن و دوتای دیگه امریکایی آغاز به کار کرد و الان تقریبا حدود 20 سال هست که مشغول کار هست و من حدود 15 ساله که باهاشون همکاری میکنم. یکی از دلایلی که من با این بنیاد آغاز به همکاری کردم این بود که اصولی که دنبال رویش هستن به نظر من تا حدی نوین هست. یعنی این که شما خیلی بهتر از من میدونید که بنیادهای خدماتی و خیریه به خصوص از آغاز قرن بیستم به وسیله افرادی که بسیار خلوص نیت داشتن خیلی صدها هزار شاید در دنیا بوده و هست و من همیشه فکر میکردم که چطوره که با وجود اینقدر سعیهایی که در دنیا داره میشه ولی هنوز اینقدر بیسوادی زیاده، اینقدر اختلاف طبقاتی زیاده و چرا این بنیادهای، این سازمانهایی که اینقدر هم خیر هستن نتونستن اونطوری که باید و شاید تغییر ایجاد شده ولی نه اونطوری که باید و شاید ایجاد بشه. و این اصولی که مونا فاندیشن دنبال روش هست به نظر من شاید یک اصولی باشه که بشه یه مقداری در موردش تعمق کرد که شاید اگر این بنیادهای متفاوت مختلف در دنیا این اصول رو پیروی بکنن بشه تغییرات بیشتری در دنیا در این جهت ایجاد بشه. و من خیلی تند این اصول رو میگم. یکیش که خب الان شاید همه این رو پیروی میکنن مسئله تعلیم و تربیت عمومی و اجباری هست، یعنی که همه افراد بشر فارغ از اینکه از چه ملیت، رنگ و مذهبی باشن باید حق تحصیل داشته باشن. این از اصول human rights هست، حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر. دوم یک چیزی که متفاوت هست این بنیاد اعتقاد به شرافت انسانی داره، یعنی و این هم در این خودش رو نمودار میکنه که بسیاری از این پروژه ها، این سازمان ها در طول تاریخ از قرن بیستم تا به حال نحوه عملشون این بوده که راه‌ها و تکنولوژی رو از کشورهایی که در کوت بگیم پیشرفته‌تر هستند به کشورهایی که به خیال اینها پیشرفته نیستند این راه‌های خودشون رو صادر کردند و بدون اینکه در نظر بگیرند که فرهنگ کشورهای مختلف ممکنه متفاوت باشه. اون چیزی که در امریکا کار میکنه ممکنه در یک کشور دیگه کار نکنه و طبیعتاً تا یه حدی تجربه نشون داده که وقتی که این پروژه ها از طریق افراد خارجی در کشورهایی شروع میشن اینها پایا نیستن، sustainable نیستن، یعنی به این معنی که اولاً همکاری و حمایت مردم محلی رو ندارند و ثانیاً وقتی که اون خارجی ها بالاخره از اون کشور خواهند رفت اینها هم از بین میره این پروژه ها. در نتیجه این یکی از اصولی هست که مونا فاندیشن، یعنی ما هیچ وقت نمیریم و در کشوری پروژه ای ایجاد بکنیم، مدرسه ای ایجاد بکنیم، بلکه پروژه هایی که از طریق مردم محل ایجاد شده و حمایت مردم محل رو داره ما با اینها همکاری میکنیم بدون اینکه به اونها بگیم تو بیا راه تو عوض کن و مثل من کار بکن. این یک اصل خیلی مهمش است. یک مسئله دیگه که من گفتم مسئله اهمیت تساوی حقوق زنان و مردان هست، یعنی و اهمیت
تحصیل و تعلیم و تربیت دختران و زنان و همچنین اهمیت اینکه خانواده ها و مردها، همسران، برادرها، پدرها به اهمیت این پی ببرن. و این هم یک اصل دیگه هست که این پروژه هایی که ما حمایت میکنیم پیروی میکنن ازش. و شاید آخرین اصلی که بتونم بگم این هست که اکثر این پروژه ها به فقط تعلیم آکادمیک کفایت نمیکنن، بلکه یک چیزی به اسم، حالا در انگلیسی میشه بهش گفت character education, moral education، تربیت اخلاقی، ولی نه اینکه بگیم که لزوماً تربیت مذهبی، بلکه تربیت اخلاقی. و اون هم از این نظر میگم که منظور از اخلاق چیه. شما نمونه های بسیاری میبینید در غرب که از نظر اکادمیک اشخاصی هستن که در بهترین دانشگاه های امریکا، در دنیا درس خوندن، ولی به خاطر اینکه اصول اخلاقی، یک سری اصول اخلاقی که الان تقریبا بین المللی قابل قبول هست، عمل نمی کنن. نمونش مثلا وال استریت که اینها بسیار باسواد در سطح های بسیار بالا، ولی به خاطر اینکه درست کار نیستن تمام دنیا رو میتونن به هم بزنن. در نتیجه منظور از این character education و ضمناً این که شما اگر که تحصیل میکنید، هدفتون فقط این نیست که خودم به یه جایی برسم، اون هم مهمه که خودم هم به یک جایی برسم، اما اینکه چه خدمتی میتونم به جامعه خودم، یعنی در اون کامیونیتی که درش هستم، و ضمناً به دنیا بتونم خدمت، یعنی افرادی تربیت بشن که درست کار باشن، دروغگو نباشن، که یکی از مسائل بزرگ دنیاست، و در ضمن عشق به خدمت به بقیه دنیا و جامعه خودشون رو داشته باشن. اینها چیزهایی هست که به نظر من رسید. خیلی مهم و اساسی و بنیادی. بنیاد مونا. مونا چیه؟ کلمه عربیه، فارسی چی هست؟ اسم شخصیه؟ بله بله. مونا یک دختر 17 ساله ایرانی بود که در همون اوایل دهه 1980 به خاطر عشقی که به تعلیم و تربیت بچه‌ها داشت و به خاطر اعتقاداتی که، یعنی انقدر براش این مسئله مهم بود، این جانش رو در ایران از دست داد، مثل خیلی از جوانهای دیگه‌ای که به خاطر آمال و ایده‌هاشون در ایران کشته شدن. و اشخاصی که این بنیاد رو تأسیس کردن، این به اصطلاح این دختر 17 ساله براشون مثل یک سمبولی از اینکه پایدار بمونن به ایده هاشون، یعنی در این حد که حاضر بود جونش رو از دست بده ولی این ایده ها رو زیر پا نذاره. و از این نظر یعنی در حقیقت مونا به عنوان یک سمبول از خودگذشتگی و اعتقاد به اصول بنیادی انسانی هست که این فاندیشن دنبالش رو میگیره. یه مفهوم رو استفاده فرمودین در طی بیاناتتون، اصول نوین. آیا به نظر شما احترام به شرافت انسانی یک اصل نوینه یا یه اصلیه که همیشه مورد توجه بوده، مگر اینکه نفوسی پیدا شدن به خاطر اغراض سیاسی و یا غیره انسانها رو به بردگی کشیدن به جای آنکه شرافتش رو حفظ کنن؟ خب ببینید، البته حرف احترام به شرافت انسانی خیلی حرفی که همه زدن در طول تاریخ، هم شاید گفته شده،
بسیار. ولی خب در عمل ما خیلی دیدیم که هنوز من میشنوم اشخاصی که میگن فلان نژاد باهوشترند، فلان مذهب اینها پیشرفته ترند، در صورتی که وقتی که شما صحبت شرافت انسانی رو میکنید یعنی اینکه اعتقاد دارید که تمام اشخاص، البته من و شما، ممکنه که شما به عنوان یک شخص خیلی از بنده با استعدادتر باشید، اما فارغ از اینکه ما پیشینمون چیه، رنگمون چیه، دینمون چیه، ملیتمون چیه، تمام افراد قابلیت اینکه خودشون و جامعه خودشون رو توسعه بدن دارن. و اگر گروه‌هایی بودن در طول تاریخ که این قابلیت رو نتونستن نشون بدن به خاطر اینکه فرصت‌هایی نداشتن که این قابلیت‌ها شکوفا بشه. مرحبا. یعنی در حقیقت شما چیزی که می‌فرمایید که به نظر بنده هم اساسی است، همیشه بشر میل به حفظ شرافت رو داشته، برای اینکه اصالت انسان یه چیز ذاتی است، ولی امکان ظهور و بروز استعدادهایی که این شرافت رو بتونه حفظ کنه نداشته. مونا فاندیشن چی کار میکنه که بتونه این دگرگونی رو ایجاد بکنه که وقتی مثلا در یه جایی مثل بنگلادش، در یه جایی مثل رومانی وقتی وارد میشه که همشون به شرافت انسانی معتقدن، ولی در این حال تابع عقاید خرافی و نفوذ سیاسیون غربی هستن، تا جایی که بنده چند ماه قبل موقعی که در رومانی بودم در یک کافی شاپی نشستم با یه عده جوان حرف میزدم، میگفتم آرزوتون چیه؟ میگفتن آرزوی ما اینه که بریم اونجایی که تو ازش میای که لس آنجلسه. و وقتی ازشون پرسیدم چرا، میگفتن برای اینکه ما اینجا ابدا فکر نمی کنیم به جایی برسیم. پس این مسئله اولی که شما فرمودین که ما به جای اینکه اکسپورت بکنیم این ماتریالیزم، اگر چیز بهتری نباشه واسش، بریم و بگیم که نه، شما هم یه گزینه های خوبی دارین، از همین گزینه ها استفاده بکنیم که یه شرافتی حاصل بکنیم. بله، این درست میفهمم؟ خب اول از همه سوالتون که مونا فاندیشن چه کار میکنه در این مورد، من همونجور که گفتم مونا فاندیشن خودش در این پروژه ها از نظر برنامه ریزی هیچ دخالتی نمی کنه. البته یک سیستم حساب پس دادن طبیعتاً هست، بله. اما از نظر اینکه کاریکولوم یا برنامه این پروژه ها از کجا ریخته میشه، به وسیله قشر مردم جامعه، همونجوری که گفتم. اما خیلی هم درست گفتید که در بسیاری از این کشورها و در همه دنیا یک مقداری هم خرافات و اشکالات اساسی که در طول تاریخ وجود داشته هست، و از یک طرف هم این عشقی که به غرب دارن و ماتریالیسم. و من چون من این رو بگم که ما با 13 تا پروژه همکاری میکنیم که در 7-8 تا کشور در دنیا هستن، و من به تمام این پروژه ها سفر کردم و ابزرو اینا رو ملاحظه کردم کارشون رو، و اکثر این پروژه ها به وسیله اشخاصی هست که این مسئله خدمت به جامعهشون یک در بالای سر و اینکه مهمترین چیزه. در نتیجه
مثلا من شما این سوال رو که کردید، اولین چیزی که به نظرم اومد دو پروژه هست که ما در هندوستان هست که هر دوتاشون هم تمرکزشون بر روی دختران و زنان هست و اینها کاری که خیلی موفق هستن درش همین مسئله است که چون میدونید مثلا هندوستان یکی از کشورهایی هست که با اینکه خیلی از نظر تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده ولی این اشکالاتی که دخترها دارن، مسئله ازدواج‌های خیلی زود، مسئله اینکه دختر مثل سکند کلاس سیتیزن هست، یعنی اگر یک خانواده یه دختر داره یه پسر، دختره باید کارهای خونه رو بکنه، اگه مخصوصا در میدونید در قبایل و من در مورد شهرها حرف نمیزنم، در جاهایی که و این مسئله کاست سیستمشون، اینا همه یک مریضی های جامعه هست و این پروژه ها، این دو پروژه‌ای که ما باشون همکاری میکنیم کاملا تمرکزشون رو در این گذاشتن که نه تنها دخترها رو خب تعلیم بدن، باسواد بکنن، بلکه از حقوق خودشون آگاهشون بکنن به وسیله عمل و همینطور خانواده های اونها رو در این جهت تربیت کنند که یعنی نشون بدن که ببین، یعنی این دخترها مثلا یکی از این پروژه ها اسمش هست Barley Institute for Development of Rural Women در ایندور ایندیا و من در اونجا بودم که اینها دخترهایی که از پایین ترین کست ها هستن، اینها میان و حدود 6 ماه تا 1 سال در اینجا میمونن، با سواد میشن، یک حرفه‌ای یاد میگیرن و اینها تشویق میشن، این مسئله تربیت تشویق میشن که برگردن به اون قبایل خودشون و اولا نه تنها نانآور خانواده میشن بلکه در تعلیم و تربیت اطرافیان خودشون یک سهم مؤثری دارن و در نتیجه یواش یواش پدرها، برادرها، خانواده میفهمن که خب این خیلی با ارزش این دختر میتونه و یا اون یکی پروژه که ما ساپورت میکنیم به اسم دیجیتال استادی هال که این هم فوکس کاملا در مورد دختراست، مثلا یه کار خیلی کوچیکی که اینا میکنن اینه که به این دخترها یاد میدن، اینا هم از قبایل و خیلی کست‌های پایین، یاد میدن که بهشون یه دونه ویدیو کامرا میدن که در مورد آزارهایی که در جامعه به دخترها میشه، اینا یه فیلم درست میکنن، فیلم‌های 5 6 دقیقه‌ای و بعد میرن این فیلم‌ها رو به خانواده‌هاشون نشون میدن و البته خیلی وقتا این خانواده‌ها شوکه میشن، تو چه حقی داری بگی مثلا ما به تو زور میگیم، میدونی؟ ولی رفته رفته اونها هم یک مقداری فکرشون باز میشه و این هم که میگید شما درست میگید، به خاطر اینکه خیلی در خیلی از کشورها این امکانات برای تحصیل وجود نداره و این ایدئالی که از غرب براشون درست شده و به خصوص امریکا، خیلی از این جوانها هستند در تمام دنیا که فکر میکنن که اینجا مدینه فاضله است، در صورتی که نمیدونن که اینجا هم چقدر مسئله هست. در نتیجه طریقی که شما توضیح میدین خیلی آب روانه. آیا وقتی این پروژه ها رو بلخص شمایی که معتقد به قادر کردن، تشویق کردن، موتیویشن، امپاورمنت هستین، آیا یه اشاره ضمنی هم کردین که امکان داره خانواده ها دچار بحران بشن، تعجب بشن؟ هر فردی بالاخره در یه جایی که زندگی میکنه تحت تاثیر قوای مختلفه فرهنگی، مذهبی، سیاسی هست. شما با اون نیروها چی کار میکنید؟ یعنی تا حالا تجربه داشتین که گروه هایی که به طبقات مختلف معتقدن کس اینها بیان بگن این حرف ها چه شما میزنی، اینا رو بیشتر آزار بدن چقدر؟ چون مثلا شما هند رو که مثال زدین، هند همونطور که میدانید باربارا والتر یه برنامه ای داشت که
این چندین سال قبل بود که میگفتش که اکثر هندی ها اینها همشون بدهکارن، چون باید هی وام بگیرن. چرا باید وام بگیرن؟ چون وقتی میخوای ازدواج این صورت بگیره، اینا گفتن هر کار ایرانی ها میکنن ما برعکسشو میکنیم. اینا مهریه‌ای که ما داشتیم که مرده به بایستی به زنه میداد، اینا باید زنه به مرده میداد که بلندشو بره داوری. یا حالا دعوا نکنی ولی داوری یا مهریه. خب شما میری و میگی که نه بابا، انسان که واسه خرید فروش نی، همونقدر تو محترمی که اون محترمه. آیا قوای فرهنگی، نیروهای سیاسی، نیروهای اجتماعی با اونا چجوری مواجه میشین که از این مدینه فاضله ای ما درش بیاریم اونا هم تأثیر بگیرن؟ خب البته ببینید، اول از همه این که من دارم در مورد دو پروژه در این کشور عظیم که یکی از پرجمعیت ترین کشورهای دنیا هست صحبت میکنم. در نتیجه تجربه من یک تجربه عمومی نیست، ضمن این که من در اونجا که زندگی نمی کنم و من یک با اینکه هر دو پروژه رو ویزیت کردم ولی از مسائل روزمره خبر ندارم. اما چیزی که من میتونم بگم بر اساس صحبت با اشخاصی که این پروژه ها رو ران میکنن به اصطلاح، این هست که اولا تغییر در هیچ موردی سریع ایجاد نمیشه. شما وقتی که دارید در مورد تغییر فرهنگ هایی که هزاران سال اینها ساخته شده و تجربه شده و واقعا هم مقاومت هست در مورد تغییر دادن این فرهنگ ها، در نتیجه طول میکشه. و به خصوص وقتی که میرسید، خب همون مثلا در کشور هندوستان و یا خیلی از کشورهای دیگه، میبینید که اون اشخاصی که در شهرها زندگی میکنن یک فرهنگی دارن، اونهایی که در قبایل و کاست‌های پایین هستن یک فرهنگ دیگه دارن. و البته من این رو باز در مورد هندوستان و صرفا بر اساس ملاحظات خودم میگم که من اینو متوجه شدم بر اساس اینکه با یک خانواده اونجا آشنا شدیم و ما رو به شام دعوت کردن. انقدر در این مسئله کاست در بین مردم عادی هندوستان که این هم در دهلی بود، یعنی در ده نبود، انقدر این نهادینه شده که نه اون اشخاصی که در اون کاست پایین هستن خودشون فکر میکنن که حقی دارن و نه اون اشخاصی که اینها رو به بیگاری به اصطلاح میکشن. من این ملاحظه رو کردم که این خانواده بسیار نازنین یک خدمتکار داشتن، در یه دختر 15-16 ساله که خیلی هم دوستش داشتن. این خیلی در ایران هم اون موقع که من بودم اتفاق میافتاد که یه دختر بچه از ده می آوردن و خدمتکار خانواده میشد. ولی اینا برای این نوع جوامع، این نوع فرهنگ ها، اصلا یک لحظه این خانواده فکر نکردن که ما، این دختر بی سواد بود، که این دختر رو خب ما بهش سواد یاد بدیم، بفرستیمش مدرسه، میدونید. و این دختر بیچاره، من ببخشید من خیلی هم احساساتی میشم بعضی وقتا در مورد این موارد، که این دختر از یه خانواده میومد که پدر الکلی بود، مادر نمیدونم کار نمیکرد و این بزرگترین بچه خانواده بود و این دختر 2 ساعت صبح راه میرفت که بیاد برسه به خونه این خانواده که خدمتکاری بکنه و ساعت 8 و 9 شب دوباره پیاده برمیگشت منزل خودش. یعنی میدونید این حالت، این که در بعضی از فرهنگ ها desensitized، بی احساس شد، یعنی که اصلا یک چیزی، خب این همینه که هست دیگه، این حقش اونه، منم حقم اینه. در نتیجه خیلی هست هنوز این مسائل در تمام دنیا و زمان میبره، هیچ چیزی، هیچ تغییر اساسی فوری نمیشه. ولی این مسئله، من خیلی به این اعتقاد دارم، این به اصطلاح بهش میگن ریپل افکت، یعنی که
یک قطره کوچیک پیاپی میشه. بله، میتونه یواش یواش یک دختر، یک فرزند تربیت میشه، اعتقاد پیدا میکنه به اینکه ما همه مساوی هستیم. من نباید، اون پسر میفهمه که خواهر من مساویه با من. همینجور یواش یواش یواش، وگرنه هیچ تغییری فوری نمیشه. آفرین. یعنی در حقیقت شما به یه اصلی معتقدین و اونم این است که چون همه چی نسبیه و تدریجیه، بنابراین همونطور که مونا مقاومت کرد، ولی مقاومت شما اینطور که من میفهمم و با فاندیشن شما آشنایی دارم، مقاومت شما اصولی، بنیادی و انسانیه. و چیز دیگه ای که من در مورد این مونا فاندیشن متوجه شدم که ممیزش میکنه از سایر بنیادها این است که هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. بدین معنی که شما به هر وسیله‌ای متمسک نمیشین برای اینکه به اهداف تعلیم و تربیتی خودتون نائل بشین، چیزا رو میسنجین. این یه سوالی رو حالا ایجاد میکنه که ما 8 دقیقه یه تلفن ها رو هم باز میکنیم. شما آیا یه سیستم مانیتوری هم دارین که مثلا بگین ما در عرض 3-4 سال توی این منطقه در هند کار کردیم یا در بنگلادش کار کردیم یا در شیکاگو کار کردیم، در این منطقه های سیاه که از مزایای انسانی محرومن، بعد با این سیستم تعلیم و تربیت اصولی نوین شما 5 سال بعد رفتیم ببینین مثلا همین خانم ها الان کجا هستن؟ یعنی بله. متوجه عرضم بله میشه. بله بله، البته یه مسئله شاخص دیگه در مورد مونا فاندیشن که شاید در مورد خیلی از سازمان ها صادق نباشه این هست که مونا فاندیشن هیچ پروژه‌ای رو برای کوتاه مدت حمایت نمی کنه. یعنی اینکه مثل اینجوری من نگاه میکنم بهش، این چیزی که خودم میگم، مثل دو تا همکار، دو تا دوست که دست همدیگر رو میگیرن و ما طولانی مدت با این پروژه ها میمونیم و در نتیجه نتایج کارها رو هم میبینیم. یعنی اشخاصی بودن، مثلا من حالا یک پروژه دیگر رو مثال میزنم، یک پروژه در منطقه آمازون در برزیل به اسم ادکم که این به وسیله دو تا یه خانم و آقای ایرانی که در اون منطقه زندگی میکردن در یه آپارتمان خیلی کوچیک و خودشون هم دو تا بچه داشتن، این رو رفتن و بچه های خیابونی رو اینا جمع میکردن بهشون تدریس میکردن چون هیچ مدرسه‌ای برای اینها نبود. و الان البته بعد از این، از اواسط فکر کنم همون دهه 1980 و این الان تبدیل شده به یک، از کودکستان تا کلاس 12 و یک مدرسه تربیت معلم، علاوه بر بسیاری خدمات دیگه که مثلا حتی برای سالمندان، با هنوز برای بچه های خیابانی، برای خانواده های بچه های خیابانی. در نتیجه و مثلا اشخاصی رو دیدیم که اینها، یک شخصی بود که من ملاقات کردم در اونجا، این پسر یک بچه 11-12 ساله بود که این خانم، این بچه خیابانی بود، وقتی مدرسه دیگه شروع شده بود این بچه اومد اونجا درس بخونه و این انقدر بچه اشکال داشت این پسر، و خانومی که به اصطلاح فاوندر این پروژه هستن گفتن من هفته لااقل یک بار باید میرفتم این بچه رو از زندان میآوردم، انقدر این مسائل داشت. و بالاخره موند و این پسر بالاخره لیسانسش رو گرفت، فوق لیسانسش رو گرفت و الان یکی از معلمین این مدرسه است. یعنی اینکه این حالت طولانی مدت، یعنی شما دنبال میکنین که بله خیلی از این بچه ها هستند که بله. این هیئت مدیره شما رو چه گروهی تشکیل میده؟ اگر من چون به قوانین و قواعد
اصولی بنیاد تا حدودی آشنایی دارم، شما هر جا که مایل نیستین که جواب بفرمایین هیچ اشکالی نداره. اگر هر چیز خوبی بگین شما گفتین، هر چیز بدی بشه مسئولیتش باید. آیا این بنیاد شما هیئت مدیرش همین دایورسیتی یا فاکتور رو داره؟ بله. و آیا در اون نقاطی که شما این پروژه ها رو انجام میدین هیئت های منتخبه محلیه وجود دارن که به شما رپورت میدن یا شما ماکرو منیجشون میکنین؟ خب هیئت مدیره بنیاد مونا که الان حدود 12 یا 13 نفر هستیم، چون تعداد یک بار زیاد شد در عرض سال گذشته، از ملیت ها و اعتقادات متفاوت میان. همینطور پروژه هایی که ما حمایت میکنیم به وسیله اشخاصی که از افکار و اعتقادات مختلف هستن هست، در نتیجه خیلی میکس خوبی هست. شاید 2-3 تا ایرانی هست، بقیه اکثرا امریکایی هستن، ولی به خصوص از نظر اعتقادی بسیار متفاوت، ولی یک هدف مشترک و کاملا هم به این اصول. خیلی جالبه که این اصول که من اول گفتم تا یه حدی یونیورسال شده، میدونید؟ جهانیش این مسئله، بله، این مسئله اعتقاد به شرافت انسانی الان دیگه اگر که یه نفر بیاد بگه، لااقل در این کشور، اگه یه نفر بیاد بگه که او نه من فکر میکنم مثلا اون شخص از اون مذهب یا از اون نژاد عقلش کمتره، اینجا دیگه خیلی بد میشه. که البته هنوزم میگن خیلی ها. اما ولی در مورد این که ما چجوری، هیچ هیئتی در این پروژه ها نیست، ما در حقیقت میشه گفتش که با خود اشخاصی که این پروژه ها رو شروع کردن که خیلی هاشون هیئت دارن، یعنی مثلا مدرسه اتکم یک بورد آف دیرکتورز داره، و یا مثلا دیجیتال ستادی هال یک بورد آف دیرکتورز داره، و ما دیرکتلی مستقیما با اینها همکاری میکنیم، اونها به ما گزارش میدن، سالی 2 بار ما از نظر مالی گزارش میگیریم و مرتب ما میریم و ویزیت میکنیم، اما به هیچ وجه، به هیچ وجه ما مایکرو منیج نمیکنیم. خیلی باز به خاطر این مسئله که اون چیزی که بندهی که در امریکا هستم فکر میکنم درسته، برای ویتنام درست نیست. آفره، میدونی؟ این منو میاره به یک سوال دیگه، و در این فرصت بنده تمنا میکنم اگر سوالی، نظری دارین در راستای بیاناتی که سکا خانم مبینی مهمان عزیز بنده مطرح فرمودن، سوالات خودتون رو میتوانید مطرح بفرمایید. ولی تا بیان محاوره میکنیم. میدونین یوتوپیا یا چیز یوتوپیا، همه خوبن و همه برابرن و همه خوب میشن، و من چون تجربه‌ام در بنیاد انسانه، ما همه رو انسان می‌دانیم، ولی در این حال به تغییرات و تحولات و از همه مهمتر تشخصات افراد هم قائلیم یا گروه های مختلفه. ولی شما یک مرامی هم داری که می‌خواد شرافت انسان رو تعریف بکنه. شما خودتون شخصا یه سیماس، یه عضو هیئت مدیره است، شما شرافت انسان در چی میبینی؟ در فکر کردن میبینی؟ در صحبت کردن میبینی؟ در عمل کرد میبینی؟ شما وقتی به من میگی مثلا انسان مقامش عظیم است، عظیم که این یکی از شعارهای معروف مونا فاندیشنه،
و هیومن ایمیجینگ یعنی چی؟ شما از کجا میدونی شرافت انسان ها چیه؟ آیا شما معتقد هستین که انسان ها وقتی خلق میشن تفاوت های جوهری ندارن؟ خب ببینید، چون گفتید که تو در مورد خودت بگو، من اعتقادم یک اعتقاد فلسفی هست، این هست که همه اشخاص فارغ از پیشینشون وقتی که ما به دنیا میایم مثل یک آینه پاکی و هممون یک سری پتانسیل داریم، میدونید؟ باز از نظر شخصی، نه از نظر گروهی که بگیم یک گروه پتانسیل مثلا دکتر شدن داره، نه، هممون یک سری پتانسیل داریم. و من اعتقاد پتانسیل یعنی قابلیت، قابلیت ها، یعنی همه ما به عنوان یک انسان یک قابلیت های طبیعت، خدا، هر چی میخواید در همه ما گذاشته. و این به نظر من این هست که چجوری این قابلیت ها پرورش داده بشه. شما اگر که در اون به خصوص کودکی، بنده روانشناس هم نیستم، ولی اگر که دائم روی این آینه پاکتون گل و لجن ریخته بشه و تمیز نشه و شما تربیت نشید، که باز من برمیگردم به اهمیت تربیت، خب این آینه اصلا اون پتانسیل خودش که بتونه نور رو نشون بده از دست میده. متوجه شدم. یعنی شما میدونید الان یه فرضیه ای از در روانشناسی و همچنین در ادیان، چون این دو گروه هدفشون انسانسازی و ایجاد روابط سالمه، چه دین چه روانشناسی. مثلا من میبینم شخصی مثل عبدالبها عباس معتقده که یک انسان یه خصائل ارثی داره، یه خصائل محیطی داره و بعد یه خصائلی هم داره که بر حسب اراده میتونه ایجاد بشه. فرضیه که شما داشتین با این مدل که این مدل هم حتی قبل از عبدالبها عباس هم مطرح بوده که یه عده میگفتن نظر شما رو داشتن که این یه لوحه هست، ما میاییم روش نقش میبندیم، یه عده میگن نه همشهری به این سادگی هم نی، ما یه ترانس جنریشنال ایمپکت داریم که خصائل ارثی داره. البته. شما وقتی فرمودین لو هست مقصودتون چیه؟ نه ببینید، من کاملا با شما موافق هستم که از نظر ارثی و ژنتیک هر کدوم ما یه خصائلی هم داریم. و ضمن این که این رو هم گفتید که اراده، یعنی که خب من به دنیا آمدم، من یه آینه پاک هستم، ولی خب مثلا حالا از نظر فیزیکی میگم، مثلا در خانواده من سرطان بوده، من ممکنه این رو داشته باشم، حالا این از نظر فیزیکیه، تریت های شاید حتی نمیدونم اخلاقی هم تا یه حدی ممکنه که ارثی هم باشه، ولی من واقعا به این چیز که میگن نیچر اند نرچر، یعنی هر دو و علاوه، بله، یعنی که شما به دنیا میاید یک نیچر به خصوصی دارید، یک ارثی از خانواده پدر مادر بردید و تربیت مهمه در اون کودکی و بعد وقتی بزرگ میشید ممکنه حتی در لجنزار بزرگ شده باشید، ولی اراده خودتون باعث میشه که از اون لجنزار در بیایید. در نتیجه و کاملا با تو موافقم که اینها شاید بگیم سه تا عامله، یعنی نیچر، نرچر و بعد اراده انسان خودش. یعنی در حقیقت این یه فرضیه اصولیه که شما در این دنبال میکنین که ما میتونیم در وضعیت ناهنجار باشیم، ولی قوت تربیت و اراده است که میتونه یک مسیر رو طلا بکنه. این تا یه حدی میشه گفت که ما برده حتی تربیتمونم خیلی ها هستیم،
میدونید واقعا خیلی به قول معروف میگم بگج همه از بچگیشون دارن، ولی واقعا این مسئله اراده هم یک چیز که یه موهبتی هست که فقط انسان داره آفرین که بتونیم تصمیم بگیریم که من نمیدونم در یک لجنزاری بزرگ شدم، بدبختی بود، پدر و مادر بد داشتم، ولی خودم تصمیم بگیرم که به خودم کمک بکنم. و در اینجا من تذکری هم بدم، 34 دقیقه داریم. دفعه قبل وامیستین شما، یه 10 دقیقه به آخر زنگ میزنیم، بعد من شرمنده شما میشم. این است که اگر سوالی یا موضوعی هست که مطرح بفرمایید، خطوط بازه و ما در خدمت شما هستیم. به نظر میاد سیما خانم، من عقلم کوچیکه، اینه که منو ببخشید، اراده موقعی قوی میشه که حمایت و وسایط سالم هم در اختیار باشه. یعنی این کاریه که به نظر میاد مونا فاندیشن داره میکنه. ما اینجا یه اوضاعی رو میبینیم که به نظر میاد اخرب البلاده، یعنی خیلی خرابی زیاده، ولی ما در همین جایی که لجن هست میتونیم نیلوفرای خوبی رو برسه ظهور بیاریم. درست میفهمم؟ بله 100%. پس بنابراین یه فرضیات فلسفی و انسانی هم داریم که امکان داره ما قابلیت ها یا پریدیسپوزیشن های ارثی داشته باشیم، ولی دلیلش بران نیست که ارث ما رو می سازه. این رو من درست فهمیدم؟ والا بنده هیچ اکسپرت نیستم در، ولی من این رو قبول دارم. پس از یعنی اصول شما به نظر میاد این هست که انسان تولید نیست، یعنی من رو فرهنگ این کار رو کرد با من، دینم این کار رو کرد، پدر مادرم این کار رو کرد. میتونیم اینطوری که من میفهمم این است که امکان داره یه دمت قربانی بشن، ولی در اون قربانی یه وسیله یادگیری میشه برای نسلهای بعد. شما به ترانس جنریشنال ایمپکت معتقدین؟ یعنی تأثیراتی که نسل من بعد نسل ایجاد میشه. و این رو، این سوال رو من بر اساس این میکنم که شما فرمودین ما دنبال حرکت جواب دهنده فلفور نیستیم، بلکه تدریجی، کلی، اصولی. درست میفهمم؟ یعنی در این نسل شما نمیخوای ببینی دقیقتا؟ میخوایم ببینیم، ولی میگم که معلوم نیست که اتفاق بیفته. ببینید یه شاید نمونه، باز من البته نظر شخصی خودم، ببینید مثلا در دنیا در عرض این 200-300 سال گذشته انقلابات خیلی شده، در مملکت خودمون شد، و اینها شاید لازمه تاریخ هم هستن. اشکالی که من همیشه با این مسائل انقلابات میبینم و نحوهی که مردم در موردش فکر میکنن در حالی که لازمه ولی کافی نیست، این هست که همه دنبال راه حل‌های فوری هستن. من یادمه در اون موقع که انقلاب شد در ایران، من دانشجو بودم و در یک دانشگاهی که خیلی هم شلوغ میشد و همه میگفتن که بذار این مسئله بره، این عوض بشه، همه چی درست میشه. در حالی که من گفتم خب بابا شما خودتون انقدر اختلاف بین گروه های مختلف میگونه، نه نه همه درست میشه. و این به نظر من، باز تکرار میکنم که لازمه بعضی وقتها انقلابات یک مثل ایمپکت شدید که میشه، ولی اون تغییر پویا رو یک چیزهایی مثل تعلیم و تربیته که از قشر، یعنی که شما حالا انقلاب هم اینها لازمه تاریخ میشه، ولی اگر همزمان باهاش مردم تعلیم و تربیت پیدا نکنند، مثلا به خصوص من چون خیلی
حالا میشنوم که مثلا مسئله دروغگویی در خیلی از فرهنگ ها نه تنها یک چیز قابل قبول بلکه اکسپکت میشه که اگه تو دروغ نگی احمقی. ببینید اگر که شما در یک فرهنگی بیایید هزار تا انقلاب کنید ولی این اصل اساسی که مردم بتونن به همدیگه اطمینان بکنند، دروغ نگند، این عوض نشه، 30 سال دیگه باید یه انقلاب دیگه بکنید. پس من الان فهمیدم. ببینید شما خیلی پرمحتوا حرف میزنید. نه خیلی خیلی. ببینید من خوشحالم اینا زنگ نمیزنن و اگرم زنگ بزنم من دیگه بر نمیدارم تا این بحثا تموم بشه. ببینید من الان فهمیدم که شما وقتی فرمودین تربیت اخلاقی نه ضرورتا مذهبی بلکه اخلاقیات، یعنی اون اصول کلیه که شالوده روابط انسانی رو حفظ میکنه، اعتماد و اطمینان رو بالا میبره. خیلی هم خوب. ایران امروز ما، شما در اواخر بیاناتتون فرمودین که انقلاب شد، در ابتدا خب مردم فکر کردن که رهبر اگه عوض بشه همه چی درست میشه. آیا شما معتقد هستین که اصلا خود این فرضیه غلطه؟ یعنی این که من حالا یه بیان دیگه به یادم اومد با شما در میون بذارم، شما اگه مایل هستین میتونید نظرتون رو بدین. اگر به ظاهر بنگری حضرات علما سبب اقفال عبادت مضمون، ولیکن اگر فی الحقیقه ناظر باشی این عبادت است که سبب غفلت علما گشته است. این مضمون بیان میرزا حسین علی نوری به حال است که یعنی در حقیقت میگوید به ظاهر آدمایی که قدرت تغییر و تحول جوهری در خودشون نمیبینن همیشه مترصد و منتظرن که یکی از خارج از بالا درست بکنه. بهاءالله و حتی کسانی مثل جان ژاک روسو و قبل از اون در انلایتنمن اینا میگفتن نه، اگر انسان‌ها عوض بشن رهبرا هم عوض میشن. اینه که شاید یه بیان دیگه ایست از بهاءالله که از جمله علامات بلوغ عالم آن است که سلطنت بماند و احدی اقبال نکند، قبول این زحمت ننماید. این رو در لوح سلمان خودش که میگه. من الان وقتی با بیانات شما دارم پیوندش میدم که کمکم کردین این بیان رو بهتر بفهمم، اونم این است که ما میتونیم رهبرهای مختلفه داشته باشیم، اونا رو مسئول بدونیم، توهین بکنیم، غلو بکنیم، ولی تا ما عوض نشیم، ما درست فکر نکنیم. پس دوباره حالا من بهتر میفهمم که شما وقتی فرمودین ما با اقشار مختلف کار میکنیم، درست فهمیدم؟ من دارم فقط درسمو پس میدم. یعنی در حقیقت شما این راه حل رو نوین میگیرین. به نظر من نوینش اینه که به جای اینکه از بالا تغییرات ایجاد بشه که یا سطحیه یا محدوده به زمان و مکانه، تغییرات اصولی و بنیادی از ریشه ایجاد کنیم. از این فرمی من این بگیرم بفرمین. لطفا اگر امکان داره تلویزیون رو صداشو کم کنید. بله. اگه تلویزیون رو صداشو کم بکنید ما میتونیم بهره‌مند بشیم از مذاکره. بفرمین. من این کارو میکنم. جواب بدن این کارو میکنم. خیلی خوش آمدین. بفرمین. عرض کنم که الان من رو خط هستم؟ بله شما روی خط هستیم و چندین هزار نفر شما رو میشنوند. خیلی متشکرم. از حضورتون که یه فرمایش خانم فرمودن که من نمیدونم که چقدر بهش اعتقاد قلبی دارن. گفتن انقلاب ممکنه ضرورت داشته باشه.
من نمیدونم آیا واقعا انقلاب ممکنه اصلا هرگز ضرورت واقعی داشته باشه یا نه. یاد گفتی از چرچیل معروف میافتم که گفته مردمانی که با مشتهای بسته انقلاب میکنن با دستهای باز گدایی خواهند کرد. فهمیدم. این یه مسئله بود و دیگه اون بود که این مونا، خانم مونا که صحبت شد، ما دو گروه داشتیم در ایران که پای اعتقادشون می ایستادن، یکی مجاهدان خلق بودن، یکی بهائیا. حالا من نمیدونم این خانم به کدومی بقیه، یعنی بقیه که اون شما فرمودین گاهی دروغگویی لازم میدونن، مثل همون تقیه، من گمان میکنم مقصودتون اون نوع آراشافته دروغ یعنی تقیه باشه. به هر حال این دو، از این دو گروه ما دیدیم کسانی که پای حرفشون میستدن و تقیه نمیکردن. جا داره مناسب هست که بیشتر راجع به مسئله توضیح بدیم؟ بله چرا جانم، ممنونم از تلویزیون توجه بفرمایید. متشکرم. خب اول در مورد مسئله انقلاب، شاید من شخصا یا هر کسی شخصا خیلی اعتقاد به انقلاب نداشته باشه و من گفتم که این لازمه، شاید نباید میگفتم لازمه تاریخ، ولی یک چیزی که در تاریخ اتفاق افتاده و به خصوص شاید در زمانهای گذشته بیشتر، برای اینکه این حالت امپاورمنت در قشرها نبود و در نتیجه به قول ایشون با اون مشت بسته آفر نشون میدادن و الان شاید یواش یواش کمتر بشه، ولی کماکان یک حقیقتی هست که آفر در تاریخ اتفاق افتاده. یعنی شاید انقلاب مقصود شما آن است که وقتی یه حرکت جوهری در عالم پیش میره که یه گروهی میخواهن مانع این حرکت جوهری بشه، بنابراین گروه های مختلفه توسط ایمپاورمن اینیبل کردن مترصد میشن که نه، ما میتونیم صداهامون شنیده بشه، مثل انقلابی که زنها کردن، انقلابی که کارگرها کردن. بنابراین منظور شما از انقلاب چیز منفی نیست. من نه منفیه نه مثبت، میگم که یک چیزیه که در تاریخ اتفاق افتاده و هنوز هم خیلی ها اعتقاد دارن که تنها طریق ایجاد تغییر از طریق انقلاب هست. خیلی ها، به خصوص من در ایرانی ها خیلی اینا رو میبینم. من چیزی که میخوام بگم این که یک تغییر میتونه به حالت ایمپکت باشه، ولی تغییری که پویا باشه باید از قشر جامعه شروع باشه. یا به عبارت دیگه نتنم شما حالا خیلی مؤدبانه جواب میدیم، من چون این صلاحیت رو ندارم، اصلا انقلاب جزء وجود و پویایی انسانه. اگر انقلاب درونی باشه، انقلاب بله، بله، فکری باشه، بله، بله، تغییر و تحول جزء پویایی باشه، میل به بله، کمال و اصلا مهمتر شجاعت به این که تغییر تحول شاید چیزی که من اعتقاد ندارم انقلاب با خشونت هست که هیچ کدوم ما هم اعتقاد بله، بله. میخوایم من ایشون یه سوال دیگه کرد ولی من این سوالم بگیرم. بفرمایید قربان. سلام، خیلی ممنون از برنامه بسیار خوبتون. من میخواستم ببینم اگر امکان داره در مورد این سازمانی که مهمون عزیزتون امروز صحبت میکردم یه توضیحاتی بفرمایین که چگونه میشه عضو این سازمان شد. خیلی ممنونم از تلویزیون توجه بفرمایین. خیلی متشکرم از سوال. متشکرم، بسیار عالی. خب من فکر میکنم قبل از اینکه به سوال دوم جواب بدیم، سوال اول در مورد اینکه مونا از چه گروهی بود؟ چه گروهی بود؟ البته من باید بگم که خیلی از اشخاص در ایران هستند که پای اعتقادشون وایستادن. در نتیجه من به هیچ وجه این جرأت رو به خودم نمیدم که بگم که فقط این گروه و اون گروه، و باز این برمیگرده به مسئله شرافت انسانی که خیلی بهش اعتقاد دارم. مونا محمودی نژاد یک دختر باهایی بود، در نتیجه ایشون نصف حدسشون درست بود و این صرفاً واقعاً به خاطر اینکه این دختر، من اونجوری که در موردش خوندم حتی در نوجوانیش در 11-12 سالگیش این میخواست بره در یک پرورشگاه و خدمت بکنه، عشق به بچه ها، عشق به خدمت، و به خاطر همین، به خاطر صرفاً به خاطر اینکه در کلاس های درس اخلاق باهایی
به بچه های باهایی تدریس میکرد، به هیچ کس دیگه هم کاری نداشت. این دختر 16-17 ساله رو گرفتند و کشتند و خیلی های دیگه بودن از گروه های مختلف که آرمان های بسیار پاکی داشتند. جوون ها در همه شون در آرمان هاشون پاک هستند. یعنی در حقیقت شما چیزی که میفرمایید و من چقدر خوشحالم که شما با این صراحت و شجاعت مسائل رو مطرح میفرمایید. میدونید شاید اصلا مونا به خاطر مدت زمانی که در این عالم بود که کم بود متوجهش نبودن که مونا رو نمیشه کشت. یعنی این بیان مشهور حضرت رسول اکرم در قرآن و در سایر آثار مذهبی که فکر نکنید اونایی که در راه حقیقت کشته میشن اینا مردن، اینا زندن اگرچه شما نمیدانید. یعنی همین که این دختر توانسته با استقامت خودش یک تخمی بکاره در قلوب افرادی مثل شما و سایر کسانی که اون رو فقط یه دستاویزی قرار دادیم که همونطور که فرمودین در گروه های مختلف هزارها موناها وجود دارن و شاید شما دارین کاری که میکنید تشویق میکنید گروه های مختلفه رو که موناهای خودتون رو سقراطهای خودتون رو پیدا بکنین، چون این گاندی ها در همه جا هستن، چه در این گروه یا اون گروه. و هدف شما به همین دلیلم من فکر میکنم در ابتدا شما اشاره به مذهب نکردین، چون یک مذهب هست که از همه مهمتره و برداشت منم از مونا یا عزیز این بود که ایشون یک مذهب داشت و اونم اعتقاد صریح به شرافت انسان و به وحدت عالم انسانی به عنوان محور تمام فعالیت‌هاش. بنابراین این جواب اول داده شد. حالا این کلابه چیکار باید بکنیم ما عضو بشیم؟ خب البته کلاب نیست که عضو بشید. من تشویق میکنم دوستان رو اگر که بیشتر میخوان در مورد مونا فاندیشن بدونن، وبسایت ما هست www.monafoundation.org و میتونید برید و از نزدیک با تمام پروژه هایی که ما حمایت میکنیم آشنا بشید. خیلی داستان های جالب از همین اینکه چجوری تغییرات اصولی در این بچه ها ایجاد میشه و فقط در بزرگ ها هم همینطور هست در مونا فاندیشن، و فقط این نیست که ما بهشون حساب و هندسه و ادبیات یاد بدیم و تمام شد برید پولدار بشید تمام شد و رفت. در نتیجه هر کسی که بخواد در حقیقت این شاید بشه کسی داوطلب بشه خدمت بکنه با همکاری بکنه. و البته مونا فاندیشن باز من میگم ما دخالتی در اینکه اینها چه جوری بسیار خوب این پروژه ها چه جوری ران بشن نداریم، اما از طرق مختلف میشه حمایتشون. حمایت های مالی هم میشه کرد؟ در حقیقت ما میتونم بگم که یک فاندینگ ایجنسی هستیم، یعنی که ما حمایت مالی میفرستیم با یک مقداری. خیلی خوشحالم که پروژه ها رو نشون میدن، مرسی. با یک مقداری همین که حساب و کتاب کاملا در نتیجه اینتگریتی این پروژه ها خیلی برای ما مهم است. و تبرعات شما در حقیقت تکس دیدکتبل. بله بله بله. و از همه نژادها قوم‌ها شما قبول میکنید؟ بله، همه از تمام، اولا که بچه هایی که در این مدارس در این پروژه ها هستن از تمام پیشینه ها هستن، یعنی نه مسئله این هست که کی دینش کجا چیه ملیتش چیه، و اشخاص مختلف اینها رو شروع کردن و از همه کس هم همکاری میگیریم، همونجوری که گفتم اشخاصی که با ما همکاری میکنند اعضای بردمون از پیشینه های مختلف هستن. مرحبا به شما.
من باید شما رو یه 3-4 بار دیگه دعوت کنم. شاید یکی از نکاتی تو ما نرفتیم دنبالش این پروژه های مختلفه است. یعنی شما اگه بتونین الان، البته زیاد وقت نداریم، ولی شاید در یه فرصت آتی حالا هر موقعی که شد، این پروژه های مختلفه ای که انجام شده کجا بوده، کجا هست، این خیلی برای مردم مهمه. یعنی مخصوصا برای گروهی که در غرب زندگی میکنن. شما اگر من اشتباه متوجه نشده باشم، در سر میز نهار فرمودین بعضی از اینها با $1.60 یادتون هست؟ این یک آماره، من در مورد این پروژه ها نیست، بلکه آماری هست که در وبسایت ما هم هست در مورد اوضاع دنیا از نظر فقر و ثروت. این آمار که من دارم این هست که 10% مردم دنیا، شما فقط فکرشو بکنید، 10% مردم دنیا با روزی $1.50 زندگی میکنن. یعنی عجب. از یک دونه قهوه استارباکس کمتر. 50% مردم دنیا با روزی کمتر از $2.50 زندگی میکنن. شما اصلا، یعنی در مخیله به خصوص اشخاصی که در غرب زندگی میکنن این نمی گنجه. و 80% مردم دنیا با روزی کمتر از $10 زندگی میکنن. عجب. یعنی حالا شما دیگه چی میگن، ببینید تا کجا میره این جریان، در حالی که در همین مملکتی که ما زندگی میکنیم و مملکت های دیگه این اختلاف طبقاتی داره هی بیشتر و بیشتر میشه. یعنی در حقیقت من دوباره اون خانم بزرگ وایر که فرمودم ما چگونه میتونم همراه شما بشم، accompany you، خوبه که این آمار، این پروژه ها نمودار بشه که بعد نفوسی که هم ارزش این اقدامات رو میفهمن، هم قابلیت های مالی دارن، شاید بخوان در این مسیر قدمی بردارن. این از که حالا من یه تعهد اخلاقی از شما میگیرم که انشالله در آتیه این پروژه ها رو بتونیم نشون بدیم. من فکر میکنم این یکی از بهترین برنامه هایی بود که ما اینجا داشتیم. یه آخرین سوال من بکنم، شما معتقد هستین که واقعا مناها هیچ موقع از این عالم میرن یا همیشه زندن؟ و چگونه ما میتونیم مطمئن بشیم که اینها هیچ موقع نمیرن؟ خب ببینید، اینو باز برمیگردیم به تاریخ. اشخاص بسیار زیادی که در اون زمانی که زنده بودن و کشته شدند یا در راه هدفشون از بین رفتن، در اون موقع بسیار ناشناس، هیچ کس در موردشون نمیدونست، ولی بعد از گذشت صدها سال اینها شناخته شدند و این تغییری که شاید به نظر خیلی کوچیک بود که این شخص خب واسه چی جونشو از دست داد، این دختر میگفت من نیستم، این میگفت من درسم نمیدم تو این کلاس ها، میومد بیرون میرفت چه خدمت هایی میکرد. آفره. اما شاید اثرات اینها، البته از نظر فیزیکی هممون میریم، ولی اثرات این اشخاص که امثالشون خیلی هم زیاده بعدها در تاریخ مشخص میشه. در حقیقت ما اگر احترام داریم واسه موناها، طاهره ها، گاندی ها، اگرچه ما در 1948 میایم به یه اساسنامه حقوق بشر می نویسیم که الان بیشتر یه حالت تشریفاتی به خودش گرفته، چون همون دولت ها و ملت ها که این رو امضا کردن خودشون ناقض اول حقوق بشرن، شاید این بیانات امروز شما نشون میده که ما بایستی بیایم تعمق بکنیم، تفکر بکنیم، موناهای خودمون بشیم.
یعنی به جای اینکه مونا پرست بشیم، طاهره پرست بشیم، گاندی پرست بشیم، محمد پرست بشیم، بهاءالله پرست بشیم، بیایم بگیم اینها در راه اهداف عالیه خودشون قبول جمعی زحمات رو کردن، ما هم به سهم خودمون یک قدمی برداریم. آیا این درسته؟ خیلی. حالا 9 دقیقه داریم، 9 دقیقه تا حالا هم که چیزی زنگ نزد. یه سوال این آقا کردم، تقیه چیه؟ شما که بهتر از من میدونی. اصلا چیزی، ولی میدونیم، من میخوام سوالش رو بیارم به مرحله دانش و بینش. اگرچه صداقت وسط اساس جمعی روابط هست، همونطور که شما فرمودین وسط اساس اخلاقیاته، ولی فکر میکنم سوال سائل اینه که در خیلی از مرام ها تقیه یعنی این که شما اعتقاد حقیقی خودت رو نگی نظر به مصلحت اجتماعی، آیا الان اون سیستم فکری کار میکنه یا به جای تقیه ما باید حکمت به کار ببریم؟ حکمت البته فرقش با تقیه آن است که تقیه بیشتر به منافع خود شخص ارتباط داره، حکمت اینه که حرفای اعمالی رو ما نزنیم که سبب اختلال اجتماعی و ضد وحدت عالم انسان. شما اینجور موارد اخلاقیات رو چجوری تعریف میکنی؟ ببینید، من به شخص خیلی معتقدم که فرهنگ ایرانی بسیار فرهنگ زیبایی هست، ولی پیچیده حتما. اما شاید یکی از اشکالاتی که من به شخصه در فرهنگ ایرانی میبینم که خیلی خوبی ها داره، این همین مسئله این هست که حالا در اصطلاح عامیانه این که هر جای باد اومد به همون طرف برو، و این من فکر میکنم یکی از معضلات این فرهنگ ما هست. آفره. که و این رو من خب باز هم گفتم که خیلی خیلی میشنوم هنوز که تو بذار کارت پیش بره، حالا چه لزومی داره که بدونن که تو کی هستی مثلا. آفره. و در نتیجه این اولا به نظر من این مسئله دروغ نگفتن یه ذره بیشتر از این هست که تو دروغ نگی، بلکه به نظر من یک نحوه‌ای از مبارزه میتونه باشه. یعنی که شما فکر کنید اون شخصی که در هر مملکتی میان میگن تو به خاطر اینکه این اعتقاد رو داری تو باید بری زندان، راحت آف کورس این هست که بگی من نیستم و بیاد بیرون. ولی با این مسئله ای که دروغ نمیگه، تقیه نمیکنه، داره میگه تو چه حقی داری که به من بگی که من چه اعتقادی باید داشته باشم. آفرین به شما. میدونید، و یه چیز دیگرش هم، من اینو باز یه داستان از یه تجربه شخصی که یکی از دوستان ما که دوست خوب من که پدرش رو کشتند در ایران، بهش گفته بودن بگو اعتقادت متفاوته برو بیرون کارت هم بهت پس میدیم، گفت من اگر الان دروغ بگم، چون در یک شغل دولتی داشت قبلش، من دوباره برم برای دولت کار بکنم شما چطور به من اطمینان میکنید؟ یعنی ببینید، به نظر من مبارزه فقط این نیست که اصلاً دست بگیرید. آها، باریکلا. یعنی اینکه شما با اینکه به اصول اخلاقی خودتون هر چی که هست پایبند باشید، و این چیزی هست که من امیدوارم یواش یواش در همه دنیا این باشه، این بزرگترین نوع مبارزه است. آفرین به شما. یعنی در حقیقت شما خیلی عالمانه. یعنی در حقیقت به جای جهاد جسمانی، جهاد مادی، جهاد با اسلحه، جهاد با لفظ منفی، جهاد روحانی، اخلاقی، انسانی رو ایجاد میکنیم که مبارزه با خرافات، ما دارم
این بیانات شما رو به یه کانکلوژن میارم و تنها راهشم اینه که هر کسی به خودش نگاه بکنه، خودش رو معدن تمام این سرمایه ها بدونه، خودش رو حقیر نشموره، خودش رو نه برتر بدونه نه پستر بدونه. چون وقتی انسان این تفاوت‌ها رو قائل بشه، یا باید از یک کسی بوت بسازه یا یک کسی رو کوچیک بکنه. و این شاید زیر بنای این کاست سیستمیه که شما مطرح فرمودین. ما همه بنده یک خداییم اگر مذهبی هستین. ما بنده همه بندگان یک نیرو هستیم اگر به خدا هم باور ندارین. در آخر کار تمام این فعالیت ها سیما خانم من رو داره تشویق میکنه که نگاه به چپ و راست نکن، نگاه بکن به این که اصول دایا انسانیه یا نه. یعنی علت این که من نمیتونم تغییر کنم چون دارم غیر مستقیم حفظ مقام خودم رو میکنم در صورتی که دارم مقام جامعه رو پایین بیارم. این حرف امانوئل کانت، شما باش چای میخوری یا نه؟ کانت چقدر عشنگ گفت، گفت عمل اخلاقی اونه که بشه در سطح جهانی استوار بشه و الا عمل اخلاقی نی. البته خود کانت مشکلاتی داشت با سیاها، با زنها. این نشون میده که انسان ها میتونن دارای مراتب عالیه فکری در یه جا باشن و تحت تاثیر عوامل محیطی و شرایط فرهنگی قرار بگیرن. ولی این چیزی که شما فرمودین در حقیقت اینه که ما راه مبارزمون اینه که تو وقتی به من دروغ میگی به من دروغ نمیگی، شما شرایط اجتماعی رو داری زائل میکنه و اگر اجتماع باطل بشه منم باطلم. یعنی در حقیقت بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن. یعنی درست میفهمم، یعنی اعضای مختلفه بدنی هستیم، اگرچه هممون مثل هم نیستیم، چشم با گوش فرق میکنه، ولی اگر یه عضوی به درد بیاد دیگر عضوها را نماند قرار. نمیدونم چجوری تشکر بکنم. مرسی از شما، خیلی ممنون. میخوام از طرف ما البته ببینین، گفتم زنگ بزنین، الان خطوط میدرخشه، من متاسفانه نمیتونم بگیرم به خاطر اینکه باید حرمت برنامه رو حفظ کنم. میتونین دفعات بعد زنگ بزنید. من قول میدم که این مهمان بزرگوار رو یک بار دیگه دعوت بکنم در 2018، ولی التماس میکنم که سوالاتتون رو برای آخرین لحظات نگذارین. من میخواهم در اینجا یه نتیجه گیری و تشکر کلی بکنم از این بنیاد مونا فاندیشن که تونستن به جای این که فقط به یه واقعه توجه بکنن که یک دختری یا یک زنی در مقابل آنچه که بر او وارد شده چه عکس العملی نشون داده، اون رو به جای واقعه event کردنش پروسه. یعنی یک جریان، این جریانی که ابتداش در اون زمان به منا مشخص شده، اگرچه همونطور که فرمودن همزمان نیروهای مثل منا، مثل طاهره در نقاط مختلف عالم بودن. ما امروز امیدواریم که شما رو تشویق کردیم که به این بنیاد توجه بکنید و سعی کنید اساس و بنیاد انسانی خودتون رو اگرچه عملی نمی کنید، همواره در افکار خودتون، در قلوب خودتون و در طریقت فکری خودتون حمایت کنید. با عرض تشکر از شما بینندگان عزیز و محترم، تا هفته آینده شما رو به خدا میسپاریم و مجددا تشکر میکنم. خیلی ممنون از شما. خدا نگهدار.